خب سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو از کانال گپ اسپورت. جکتش فقط در مورد فوتبال صحبت میکنیم و امروز میخوایم گروه دی رو با هم دیگه بررسی کنیم، جایی که تیم های فرانسه، دانمارک، استرالیا و تونس توش حضور دارن و از تیم ملی دانمارک شروع میکنیم. خب دانمارک برای اینکه صعود کنن به جام جهانی قطر شانس خوبی داشتن توی مرحله مقدماتی انتخابی توی اروپا. اونا با تیمایی مثل اسکاتلند، اسرائیل، اتریش، جزایر فارو و مولداوی هم گروه بودن که تونستن از 10 تا بازی خودشون 9 تا بازی رو ببرن بدون مساوی و یه شکست هم داشتن و 27 امتیاز تونستن به جام جهانی 2022 قطر صعود کنن. سرمربی تیم ملی دانمارک توی این جام جهانی اما آقای کاسپر هیولماند. سرمربی دانمارکی که خودش سابقه بازی واسه تیم ملی دانمارک رو هم داشته به عنوان مدافع و بعد از نتایج خوبی که توی فوتبال دانمارک گرفت، از جمله قهرمانی توی سوپر لیگ دانمارک، فدراسیون فوتبال دانمارک ایشونو به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال خودشون منصوب کردن و اتفاقا آقای هیولماند توی یورو 2020 هم تونست نتایج خیلی خوبی به دست بیاره و یکی از شگفتی‌های جام بود دانمارک، جایی که یادمون هست شروع خیلی سختی رو هم داشتن. کریستین اریکسن اون حادثه وحشتناک برش پیش اومد و از لحاظ روی روانی دانمارکی‌ها واقعا به هم ریخته بودن، ولی دانمارک تونست توی رقابت‌ها تا نیمه نهایی پیش بره. خب واقعا میشه گفت یکی از تورنمنت‌های خیلی خوب واسه دانمارکی‌ها بود یورو 2020. اما ارزشمندترین بازیکن تیم ملی دانمارک توی این جام جهانی هویبرگ، هافک دفاعی این فصل تیم تاتنهام که فصل خوبی رو هم داره زیر نظر آنتونیو کونته سپری می‌کنه. طبق ارزش‌گذاری ترانسفر مارکت 45 میلیون یورو قیمت این هافک دانمارکی. همچنین بجز هویبرگ اونا بازیکن‌های خیلی خوب دیگه هم دارن که دارن توی تیم‌های بزرگ و پای بازی می‌کنن، مثل کریستنسن که سالا توی چلسی خیلی خوب بازی کرد، امسال به بارسلونا رفتش، اریکسن که می‌دونیم الان توی یونایتد یکی از وزن‌های سنگین تیم اریکتن های نا، یوسف پولسن رو هم دارن، مهاجم خیلی خوب و کاپیتان این فصل تیم لایپزیگ، و همچنین کاسپر اشمایکل که یکی از اسطوره‌های فوتبال لستر سیتی و امسال به تیم نیس فرانسه پیوست. خب همونطور که می‌بینیم دانمارک هم بازیکن‌های خیلی خوبی دارن، هم مربی دارن که تونسته نتایج نسبتاً خوب به دست بیاره و همونطور که گفتم توی یورو قبلی هم نتایج خوبی گرفتن. یکی از اون تیمایی هستن که شاید کمتر تیمی بخواد باهاشون بازی کنه و خب در طول تاریخ هم بوده موقعی که دانمارک‌ها تونستن توی فوتبال همه رو سورپرایز کنن، مثل یورو 1992 جامی که اصلا قرار نبود دانمارک توش باشه، یه تیم دیگه انصراف داد، دانمارک جایگزین شد و رفتن فینال، آخرش هم قهرمان شدن و خب نشون میده که دانمارک تیم خطرناکه و همیشه باید حواستون بهش باشه. اما بریم سراغ تیم دوم، یعنی تیم ملی استرالیا. کانگوروها اما برای اینکه صعود کنن به جام جهانی کارشون پیچیده و سخت شد. اونا توی گروهی بودن که تیمای مطرح آسیایی توش بودن، یعنی عربستان و کره جنوبی، و این دوتا تیم تونستن اول شن، استرالیا تونست سوم شه و به پلی آف صعود کرد، جایی که باید با تیم امارات بازی میکرد. شانسی که آورد تیم خیلی سختی نبود امارات. امارات هم تو گروهی که خود ما توش بودیم، یعنی ایران و کره، مقام سوم آورده بود. این دوتا تیم باید با هم دیگه بازی میکردن، برنداشون میرفت به جام جهانی. 2-1 استرالیا برد و صعود کرد به جام جهانی قطر. اما سرمربی تیم ملی استرالیا توی این جام جهانی آقای گراهام آرنولد، کسی که توی جام های جهانی 2006 و 2010 به عنوان دستیار توی تیم ملی استرالیا کار میکرده. بعد از جام جهانی 2010 هم خود آقای آرنولد تصمیم گرفت که خودش سرمربی شه، رفت به تیم سیدنی اف سی، اونجا تونست تمام افتخارات ممکن تقریبا توی فوتبال استرالیا رو به دست بیاره. سه بار سرمربی سال فوتبال استرالیا شد توی سالهای 2012، 2017 و 2018 و بعد از نتایج درخشانی که به دست آورد، فدراسیون فوتبال استرالیا ایشونو منصوب کرد به عنوان سرمربی تیمشون تا اونا رو ببره به جام جهانی، کاری رو که انجام داد البته به سختی. اما ارزشمندترین بازیکن تیم ملی استرالیا تو این جام جهانی آقای آرون موی هست، هافک این فصل تیم سلتیک که 5 میلیون یورو قیمتشه. همچنین اونها ماتیو رایان رو هم دارن، دروازه‌بان این فصل کوپنهاگن که بازی خوبی ازش جلوی تیم‌های بزرگی مثل منچستر سیتی تو لیگ قهرمانان اروپا دید. ولی خب کلا استرالیا رقیب محبوبیه واسه تیم‌های اروپایی حداقل. و حالا بریم سراغ سومین تیم، یعنی تیم ملی تونس. تونسی اما برای اینکه صعود کنن به جام جهانی توی منطقه انتخابی آفریقا واسه جام جهانی با تیم‌های گینه استوایی، زامبیا و موریتانی همگروهی بودن که از 6 تا بازی خودشون 4 تا برد، یه مساوی، یه باخت کسب کردن و 13 امتیاز رفتن به مرحله بعدی. توی بازی حذفی مرحله بعدی هم باید با تیم مالی بازی می‌کردن و توی رفت و برگشت تونستن یکی شکست بدن مالی و به جام جهانی صعود کنن. سرمربی تیم ملی تونس تو این جام جهانی اما آقای جلیل کادری، سرمربی که داستان جالبی است که چطور سرمربی تیم ملی تونس رو توی جام ملت‌های آفریقای قبلی آقای موندل کبایه سرمربی تیم ملی تونس بود، کرونا میگیره، دو تا بازی آقای جلیل میشینه روی نیمکت تیم ملی تونس، یه بازی رو میبره یه بازی رو میبازه. بعد از اینکه رقابت‌ها تمام میشه و حذف میشن تونسیا، آقای جلیل کادری سرمربی تیم ملی تونس از این به بعد و افتخار خیلی خاصی هم کلا نداره. جلیل کادری توی تیم‌های تونسی بیشتر کارش رو دنبال می‌کرده، بزرگترین افتخارش تا الان همینه که تونس رو به جام جهانی 2022 برسونه.
اما ارزشمندترین بازیکن تیم ملی تونستون جام جهانی هافبک دفاعی این فصل افسی کون توی بوندسلیگا هستش، یعنی الیس سخیلی که 13 میلیون یورو قیمتش. خب تونستیه شاید تیمی باشن که احتمالاً واسه خیلی از تیم‌ها محبوب باشن، حتی اگه مثلا تو گروه ما میافتادن احتمال ما خیلی خوشحال میشیم چون شانس امتیاز گرفتن هر تیمی جلوی تونس وجود داره. ولی خب تونستیه توی دوره‌های قبلی جام جهانی و همچنین جام ملت‌های آفریقا همیشه دست و پا بسته نبودن. اونها 5 دوره توی جام‌های جهانی حضور داشتن تا قبل از این دوره و دو تا بار تونستن کسب کنن. اولین بازی تاریخشون توی جام‌های جهانی جلوی مکزیک بود که تونستن 3-1 اونها رو ببرن. آخرین بردشون توی جام‌های جهانی هم آخرین بازیشون تا الان توی جام‌های جهانی بوده که تونستن 2-1 پاناما رو ببرن که توی دوره قبلی یه گروه خیلی سخت داشتن. انگلیس و بلژیک توی اون گروه بودن، اونا صعود کردن، موندن پاناما و تونستن 2-1 پاناما رو ببرن. همچنین تونسیا یه بار توی سال 2004 هم تونستن مقام قهرمانی جام ملت‌های آفریقا رو به دست بیارن. دو دوره تونستن نایب قهرمان شن، یک بار هم سوم. و خب مطمئناً تیم ملی تونس نمیتونه شاید تیم مثل فرانسه رو خیلی اذیت کنه، ولی اگه دست کم بگیری شاید نیشگونی بهت بزنه. و حالا بریم سراغ مدافع عنوان قهرمانی، یعنی تیم ملی فرانسه. فرانسوی اما برای اینکه صعود کنن به جام جهانی 2022 توی یکی از آسون‌ترین گروه‌های منطقه اروپا بودن، جایی که با اوکراین، فنلاند، بوسنی و قزاقستان همگروهی بودن و تونستن از 8 بازی خودشون 5 تا رو ببرن و 3 تا مساوی کنن، شکستی هم نداشتن و با 18 امتیاز به جام جهانی صعود کردن. سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه توی این جام جهانی آقای دیدی دشان خواهد بود، کسی که یکی از اسطوره‌های فوتبال فرانسه هستش، به عنوان بازیکن افتخارات زیادی با تیم ملی فرانسه کسب کرده. هم قهرمان جام جهانی توی 1998 شد و هم توی جام ملت‌های اروپای 2000 تونست با مقام قهرمانی برسه با تیم ملی فرانسه به عنوان بازیکن. دوران مربیگری خودش آقای دشان اما از موناکو شروع کرد، بعدش به یوونتوس رفت، یوونتوسی که سقوط کرده بود سری B سال 2006، تونست به اونا کمک کنه تا برگردن به سری A دوباره. بعد از یوونتوس به مارسی رفت، بعد از مارسی و بعد از نتایج اسفباری که فرانسوی تو جام جهانی 2010 کسب کردن، فدراسیون فوتبال فرانسه سال 2012 آقای دشان رو به عنوان سرمربی خودشون منصوب کرد. و خب دیدیم که بعد از اینکه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه شد، فرانسه دوباره کم کم برگشت به دوران خیلی خوب خودش، تا جایی که توی سال 2018 فرانسوی‌ها برای دومین بار توی تاریخ خودشون قهرمان جام جهانی شدن. اما ارزشمندترین بازیکن تیم ملی فرانسه توی این جام جهانی کسی نیست جز کیلیان امباپه، دومین بازیکن با ارزش جهان از نگاه ترانسفر مارکت بعد از ارلینگ هالند. همچنین فرانسه به جز امباپه کلی بازیکن ستاره دیگه داره، مثل انکونکو، مثل کونده، مثل کاماوینگا و دمبله، مثل شوامنی، فرناندو مندی، مثل لوگولوریس و البته کریم بنزما، کسی که توپ طلای امسالو گرفت. ولی خب درسته که گفتیم فرانسوی‌ها هم بازیکن‌های خیلی خوبی دارن، هم کسی سرمربیشونه که تونست اونا رو به دوران اوج خودشون برگردونه و یکی از اسطوره‌های تاریخ فوتبال نه فقط فرانسه، کل فوتبال توی جهان. ولی خب مطمئناً فرانسوی‌ها بعد از جام جهانی 2018 افت داشتن. اونا توی لیگ ملت‌های اروپا و توی یورو 2020 نتایج تقریباً ضعیفی رو گرفتن. توی یورو یادمونه اونا به شکل دراماتیک جلوی سوئیس حذف شدن خیلی زود از اون رقابت‌ها و همه رو دلسرد کرد. و به جز اون هم اونا توی این جام جهانی پل پوگبا و انگولو کانته رو که جفتشون از وزنه‌های اصلی تیم قهرمان فرانسه توی جام جهانی 2018 بودن رو ندارن و خب این میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه. ولی خب فرانسوی‌ها مطمئناً یکی از شانس‌های اصلی این جام هم هستن و خیلی‌ها هنوز بهشون امید دارن. نظر شما چی بچه‌ها؟ حتماً توی کامنت‌ها واسمون بنویسید. و اینکه اگه از ویدیو خوشت اومد یادتون نکرد من لایکش کنید، کانال ما سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای دوم خبر نمونید. قسمت‌های قبلی بررسی تیم‌های دیگر رو هم ببینید. گروه‌های A B C رو ما قبلا بررسی کرده بودیم، حتما اونا رو هم یادتون نره که نگاه کنید. بازم خیلی ممنون که تا اینجا همراه ما بودیم و فعلاً